آقای روحانی میگه یک میلیون تومان به حساب یاران نمیدیم، خب اینو باز اومده 12% از ما سود میگیره. خب این چجور کمکه؟ تو داری یک دوری باز از کارگر داری کلک میزنی، اون یارانه چیه که باز میخوای ازش سود بگیری؟ به امام رضا قسم الان دقیقا 30 روزه 35 روزه 1000 تا 1 تومنی ما کار نکرده. الان میامدیم و هفته 3-4 روز مرفتی سرکار، الان خیلی کم پیش میاد بری سرکار. کار نیست سرگذر اصلا، حالا نزدیک 20 روز هر که میاد بره همین سبد کالا اینا میاد، کار چیزی هیچ نیست. اصلا ما میگم یه خانواده 1 تومن تو 3 ماه دادن، با 1 تومن زندگی یک بابایی که 3 تا به چادره تامین میشه، نه خدا وکیل وجدانی تامین میشه. فقر آمد تو زندگی کسی، از اون ورم دین ایمانش از پنجره مرا بیرون. خب پس چرا ما هیچی نداریم؟ شب ما هنوز سر میدونی، مگه ما زن بچه نداریم؟ مگه ما انسان نیستیم؟ به چی شرایطی، به چی وضعی ما باید زندگی کنیم؟ وقت کار نباشه 4 روز 5 روز بیا اینجا بیکار بری، شرمنده زن بچه ای دیگه چی بیاخ شب بری چی بگی؟ کار نکردم. خب 1 روز بگی 2 روز بگی آخر چی؟ یارانه مثلا اون موقع ما قبض برام میومد 3000 تومن، یارانه ما دادن 40000 تومن، همو 40000 تومن 12 سال رو همو فاکتور واسطه، ولی قبضا اونچنان رفته بالا، کرایه اونچنان رفته بالا، کی را برای ما فاکتور میکنه؟ کدوم محصولی که دلش به حال کارگر بسوزه بیاد یک بررسی کنه سری گذرا که کارگر به چی وضعیتی؟ آخه متاسفانه مملکت ما یه جوریه که هیچ کمکی نمیکنن بمونه اینجا، اونجا هم که وای میسی نمیذارن، باز بذارن خوبه نمیذارن. خود چون شهرداری میگه ما چاره ها رو اجاره کردیم، ما نمیدونم 500 میلیون داریم میدیم، شما حق ندارین وایسین. میگن که خانم نباید تو چاره وایسه، خانم چیکار کنه؟ منی که دستم شکسته، پام شکسته، پلاتین داره، دندم پلاتین داره، نمیتونم کار سنگین بکنم، چیکار کنم؟ مجبورم 3-4 ساعت بیام واسه خرج زندگی. دیوانه که نیستم بیام اینجا دستمالو با دست شکستم بردارم راه ببرم اینجا، هر دو تا دستمال 1000 تومن داره، فکر کنه من چند بسته بفروشم که بتونم خرج زندگیمو بخوام اداره کنم. 2 سال دختر من به خاطر هزینه از دانشگاه مونده. خب ما با چه صورتی در خانه بمانیم؟ خب ما که تو خونه گذاریم گشنگی میکشیم، به چه شرایطی تو خونه بمونیم؟ باید بیان بیرون که به حساب یک لقمه نونی بالاخره کمک مردمی میرسه. کرونا ما را بگیره بهتر از رت عباسی، الان از گشنگی داریم میمیریم. چون دست فروش بودم از موقعی که دیگه کرونا اومده نتونستم برم بازار، خرجی من با همون در می آوردم، مسجلم کسی هم ندارم که دور برم باشه. الان به ما بدبختی دیگه، شوهرم چون زخم بستر داشت 13 سال اینطوری افتاده، زاینه خواهی شدید، از اینو قرض کردم رفتم دارو براش تهیه کردم. 2 تا بچه دارم، من دختر، خیلی سخته به خدا. همین دست فروشی یه جوریه، اینجوری مردم نگاه میکنن. خاطر اون دیگه نوچه اومد که رفتم سختی از این که دستم پیشه میکنم تداد نشده.